ذره ذره خاک ایران سرزمین سلحشوران نام‌آور و حماس‌آفرین است. خاطرات شکوه حضور غیور مردان و شیرزنان کشور اسلامی ایران از افتخارات تاریخی ثبت شده 8 سال دفاع مقدس است. صیاد منوچهری از جانبازان سرفراز دوران دفاع، رشادت و شهامت است. او اهل شیراز، خطه مردمان خونگرم و شهید پرور فارس است. اول بار که برای جبهه در سنین نوجوانی ثبت نام کرد، به دلیل نوجوانیش مانع حضورش در جبهه ها شدند. اما بعد از تلاش مکرر او برای حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل، در سال دوم دبیرستان بالاخره عازم جبهه ها شد. رزمنده بسیجی دوران دفاع مقدس صیاد منوچهری در عملیات های متعددی شرکت جست و در ولفجر 8 و کربلای 5 به درجه والای جانبازی نائل گشت. او از جانبازان شیمیایی جبهه و جنگ است. بعد از دوران جنگ و دفاع مقدس به ادامه تحصیل پرداخت. او دانش آموخته رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسی ارشد است. همچنین مقالات متعددی در همایش‌های معتبر علمی داخلی و خارجی ارائه داده است و همکنون مدرس نمونه کشور در استان فارس است. با تو میمانم آنسان که تو میمانی، با تو میخوانم آنسان که تو میخوانی. در روستای همت‌آباد از بخش ارژن شهرستان شیراز متولد شدم. دوران ابتدایی و راهنمایی رو در روستا گذراندم. در سالی که سوم راهنمایی بودم از طریق سپاه اومدن برای جبه ها نام نویسی میکردن، ما هم رفتیم اسممون رو نوشتیم. بعد که از روستا رفتیم به سپاه، یه دیمون رو با عنوان اینکه سنمون کم بود برگرداندن، خیلی ناراحت شدیم. بعد همینطور مون تا رفتیم دبیرستان. چون دبیرستان در منطقه وجود نداشت، در امتحانات ورودی شبانه روزی ها شرکت کردم و در هنرستان کشاورزی شهید مطهری آباری قبول شدم. 4 سالم اونجا تحصیل کردیم. سال سوم راهنمایی برای جبهه نام نویسی کردیم. بعد که به شهرستان اعزام شدیم، به علت اینکه سنمون کم بود و جسمون هم کوچک بود، متاسفانه ما رو اعزام نکردن. اما سال دوم موفق شدیم به جبهه‌های جنگ اعزام بشیم. گویا عملیات ولفج 8 میخواست اتفاق بیفته. یک پولایی بود که شناور بود روی آب و قایق اونا رو میکشه. این موقع که رو آب شناور میشد، اینا بار میزد، بعد به وسیله قایق کشیده میشد میرفت به اون مرکز سکویی که مثلا باید درست میکردی. این سکویی که من میگم خیلی کار دشوار و سختی بود. یعنی اونجا باتلاق بود، بعد اونجا مثلا تانک باید رد میشد، تانکی که ما برده بودیم یا لودره که برده بودیم، مثلا به ارتفاع 2 متر ارتفاع، 2 متر مثلا نخل اگر ما میریختیم، 1.5 متر 2 متر ارتفاع مثلا نخل ما میچیدیم، شاید مثلا موقعی که لودر یا بولدوزر میومد روش یا تانک میومد روش همسد میشد.
مسافت حدود شاید بگم 100 متر 80 متر 70 متر باید این نخ می‌ریختیم. با عربرقی همون شب عملیات این نخلا را به اصطلاح می‌بریدیم و می‌آوردیم می‌ریختیم جلوی این سکویی که می‌خواستیم درست بکنیم که ادوات بتونن روش رد بشن. یعنی یادم هست فردا صبح که نگاه کردم، ما میگم که بچه مدرسه بودیم اما، ولی با عشق و علاقه کار میکردم بچه ها. یعنی فردا صبح از بس این خار نشسته و توی این بازوهاشون و توی بغلشون و توی بدنشون، خیال میکردیم مثلا اینا ترکش خوردن، چون باید دائم این نخل رو میبریدی قطعه قطعه میکردی میوردی میرفتی توی این باتلاق، تا این باتلاق مثلا تانک ها مثلا نشینن توی باتلاق. به هر حال عملیات با موفقیت انجام شد، کاری که ما می‌خواستیم انجام بدیم با موفقیت انجام شد. اتفاقا برنامه‌ای که چیده بودن مثلا یه مقدار معینی تعیین کرده بودن که ما ادوات ببریم، زودتر از موعد اتفاقا به اونجا رسید و مسئولین بعدن اومدن ابراز محبت هم کردن به بچه‌ها. در سال 68 از طریق کنکور سراسری در رشته دبیری زیست‌شناسی وارد دانشگاه گیلان شدم و در سال 72 از این رشته فارغ التحصیل شدم. بعد به منطقه محروم فراشبند از استان فارس رفتم و دو سال در این منطقه محروم خدمت کردم. بعد از دو سال به شیراز اومدم، در یه سال بعد از مشغول به کارم در رشته علوم جانوریش شاخه فیزیولوژی فوق لیسانس قبول شدم در دانشگاه کازرون. بعد از اینکه به شیراز اومدم وارد مراکز تربیت معلم استان فاس شدم و در مرکز تربیت معلم شهید رجایی و شهید مطهری مشغول به تدریس شدم و الان هم استادیار مراکز تربیت معلم شهید رجایی و شهید مطهری هم. داشتم از جمله در چهاردومی کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، در اولین کنفرانس زیست‌شناسی کشور، در کنگره بین المللی زیست‌شناسی، در دانشگاه تربیت مدرس مقالاتی ارائه نمودم به صورت پوستر و به صورت سخنرانی. چه مردان سبزی گذشتند، چه مردان سبزی در آتش نفس تازه کردند، چه مردان سبزی به دریا رسیدند، چه مردان سبزی تمام زمین را خرابازه کردند و بذر محبت نشاندند و رفتند.